شلوم برخه حضور دوستان عزیز به سیعت دیشمیا پارشا این هفته و یتسه همطور که تورا می فهمد که و یتسه یعقوب می بیرشابه و یل خرانا یعقوبینو از بیرشبه خارج میشه و به خاران میره و به اون محل که میرسه آفتاب غروب میکنه یک دفعه و میاد از سنگای اون محل بر میداره و زیر سر خودش میذاره و اونجا میخوابه و خواب میبینه که یک نردبانی هست که بر روی زمین قرار داده، سرش به آسمان میرسه و اونجا فرشتگان هشم به وسیله اون نردبون بالا و پایین میرن. اول که سوال میشه که چرا دو کلمه ویتسه و یلخ رو تورا استفاده فرموده برای پاسخ اول، ویتسه یعقوب میبشا و ویلخ خارانا، یکی از اینها کافی است. و اگه تورا میفهمود که ویلخ خارانا نیز جمله کامل بود. بلکه یعقوب اینو وقتی که خارج میشه از منزلش و با پدر مادرش خداحافظی میکنه، با عصاف که قصد کشتن او رو داره به خاطر که درگیر نشه با اون، در نتیجه طور بفهمد ویتسه یعقوب اونجا خارج میشه که با برادرش درگیر نشه و دوست نداشته که به اصطلاح شالوم رو به هم بزنه. ولی از طرفی هم ویلخ تو را میفهمد که طبق دستور پدر مادرش رفت برای ازدواج، ویلخ خارانا رفت به دنبال بختش، گرچه خب مثلا پدرش اسحاق آوینو اون بختش رو براش آوردن، الیزر رفت دختری براش پیدا کرد و آورد، ولی یعقوب آوینو سرنوشت اینه که خودش به دنبال بختش بده و بختش رو پیدا کنه. پیروش دیگری میفهمد که ویتسه یعقوب میر شاور، حروف آخر یعقوب میبر و شاور که بزن پلو هم ایور به ما میده و حروف اول میبر شوه هم مین و شین شم هست، که منظور از این که وقتی یعقوب اینو از دست پدر مادرش خارج میشه به بیت میدراش شم و ایور میره. برای آموزش تورا و مقدسات. و میدونیم که در اینجا 63 سال داره. 14 سالم در این بیت میدراش برای آموزش تورا میشینه و اونگاه به خاران برمیگرده که بسیار برای ازدواج بوده. همتون خاران همطور که اطلاع دارید یه قسمتی از سوریه است. تورا میفهمه که ویفگب به مقام به اون مقام میرسه و ناگهان آفتاب غروب میکنه. این خودش یه معجزه بود که انجام شد که یک دفعه روزه و یک دفعه شب میشه. بعد سنگهای اون محل بر میداره، 12 تا سنگ زیر سر میذاره، از رو خودش میبینه که در آینده باید 12 شباتیم از اون پا بگیره، برای به خاطر که مطمئن بشه همه کار میکنه. 12 سنگ رو بر میداره زیر سرش میذاره و صبح که از خواب بلند میشه میبینه که 12 سنگ که رمز 12 شباتیم هست به یک سنگ تبدیل شده و مطمئن میشه که 12 شباتیم از اون پا میگیره و دارای اتحاد خواهند بود، به خاطر که یعقوب اینو منتخب پدران بود که شایستگی داره که اسفاتی سل از اون پا بگیرن. متاسفانه آدم آریشون یا ابراهام یا اسحاق همگی نکات ضعفی داشتن. به عنوان مثال تورا می فهمد که در مورد آدم آریشون زین و هه گیمتریش برابر بود 12، قرار بود که آدم آریشون صاحب 12 شباتین باشه، ولی متاسفانه قاین همه چیز رو به هم زد و با قتل برادرش این برنامه‌ریزی رو به هم ریخت. به هر حال برگ برنده دست یعقوب آوینو بود که تمام فرزندانش خوب بودن، کاشه بودن و شایسته. به هر حال در تا
طول این راههایی که یعقوبینو رفت تا به خارون رسید، 5 تا معجزه اش میتبرخ برای او انجام داد. اولا که قفیست درخ برای او انجام داد، یعنی راه کوتاه شد. راهی که باید در اون زمان بده اون خیلی مدتش کوتاه شد. و اینکه دوم معجزه شقیال و خما، وقتی که یعقوبینو به اون محل که کوه هموریا بود رسید، ناگهان آفتاب غروب میکنه، یه دفعه روز شب میشه و اونجا بلد که هشمی برخ در نظر داشت که اون صدیق هم اونجا در اون محل مقدس بمونه و اونجا تفیلا بخونه، این معجزه رو برش انجام میده. معجزه سوم 12 سنگی است که یعقوبینو زیر سر خودش میذاره و صبح که بلند میشه 12 سنگ تبدیل به 1 سنگ شده. هشمی برخ به اون نشان میده که 12 سبت از اون پا میگیرن و همگی با هم متحد خواهند بود، همانند یک واحد حساب میشن. معجزه چهارم، یعقوبینو به سر چاهی میرسه که سنگی بسیار سنگینی بر روی اون است که همه روزی 40 تا چوپان با هم این سنگ رو جهت آب برداشتن از چاه حرکت میدادن تا بتونن حیواناشون رو آب بدن. براخره هم دختر لوان برای آب دادن به گوسفندان پدرش بر سر چاه میاد. یعقوبینو به تنهایی این سنگ رو میچرخونه و این معجزه چهارم بود. معجزه پنجم هم یعقوبینو به قصد کمک کردن به راخل که برای آب دادن حیوانای پدرش اومده، میاد لب چاه، در این لحظه آب چاه به استقبال او میاد، بالا میاد و یعقوبینو به راحتی آب رو بر میداره و از این زمان آشنایی راخل با یعقوبینو شروع میشه. قبل از ایستادن یعقوبینو به خاران، در راه در بیابون با الیفز پسر عصاو برخورد میکنه که الیفز طبق دستور پدرش عصاو قصد کشتن یعقوبینو رو داره، ولی از اونجایی که یعقوبینو استاد الیفز بوده و مربیش بوده، الیفز میاد تمام اموال یعقوبینو رو، حتی لباساش رو، همه رو میگیره و همانند یک فقیر واقعا بیچیز اون رو رها میکنه که حکم پدرش رو مبنی بر کشتن یعقوبینو به صورت غیر مستقیم انجام بدیتون. ما میدونیم که فرمولی داریم که میفرماد که آنی که مومت، شخص فقیر همانند مرده حساب میشه. البته فقیر منظور نه کسی که داره و کم داره، نه، یا وضعش خوب نیست، فقیر که واقعا هیچ چیز نداره، حتی یه تکنان. به این ترتیب بود که یعقوبینو اون مزمور معروف شیر لملوت رو برای اولین بار سرایید. البته بعدنها داوید ملک این سرودهایی که اشخاص های دیگری سرایدن جمع آوری میکنه و اونها رو تدوین میکنه. یعقوبینو میفهمد که معن یا و ازری ازی مهی مشم. یعقوبینو در اولین برخوردش با راخل گریه میکنه، بلد که حالا دست خالی است و حتی یک هدیه کوچک هم نداره که به همسر آیندهش بده، در صورتی که پدر خودش اسحاق با 10 شتر پر از بارهای مختلف هدیه به خواستگاری مثل رفقه فرستاده شده. و همطور که میدونیم که این پارشا در این پارشا تورا میفهمد که ویفگه به ما قوم، که یعقوبینو وقتی به اون محل میرسه تفیلا میخونه. ویفگه لفظ پگیاست که لفظ تفیلاست، از این کلمه استفاده شده. ببینید که هنگام غروب بود که شب شد، یه دفعه درجه امتیاز تفیلای عرفیت رو به یعقوبینو از طرف شماییم داده شده، درجه میزمور شیر لمرد سائنی که یعقوبینو سرایید. اولا ما سفارادی ها در پایان اروید قبل از آلون شبیخ قرار میکنیم، و دوم این که یعقوبینو فقط متوسط شد به کمک و نجات هشم که همیشه با او بوده. خلقا میفهمن که این میزمور برای یافتن شیدوخ هم
و همچنین همسر، چی داره دخترها، چی برای پسرها، بسیار بسیار کارسازی که باید قبل از اوس شالوم در لخش در اون تفله امیدا قبل از اوس شالوم این رو با کبانا بخونن و ازشم کمک بخوان. من یا وزی کمک من از کجا میرسه؟ فقط هشم است که به من کمک میکنه و مطمئن باشن که به نتیجه خواهند رسید. پارشای ویدسه دارای نکات بسیار آموزنده و ارزنده است. همچنین رمز گالوت های اون چهارگانه رو که در زمان های مختلف اسرائیل ها دیدن در این پارشا موجود هست. با این دانش که یقوابینو اولین یهودیه که پاش به رفتن گالوت باز میشه، به همین منظور خزال مثلا میگن که لقب روش هگولیم رو به یقوابینو میدن که اولین شخصی بود که به گالوت میره. البته بلاتورین میفهمد که حروف آخر کلمات ویتسه یعقوب به شعبه میشه کلمه اربع چهار، به ما نشون میده که رمز پای گذاری چهار گالوت های زمان های مختلف بین اسرائیل هست که با این کلمات نشون میده. البته بلاتورین باز میفهمد که در جمله ملخی الکیم اولیم و یوردیم بو به بگیمتریا اگه بخوایم حساب کنیم بسیار اعداد و این لغات ها برابر است با بابل، مادای، یاوان و روما. و وقتی که تورا میفهمه که بهینه سولام موسا و ارسا نردبانی که بر روی زمین قرار دارد و سرش به آسمان میرسه، این خم خوابی که یعقوب دید مشخص کننده گالوتیه که به اصطلاح نشون میده که به گالوت خواهند رفت فرزندانش. البته میداش توضیحات میده که گالوت بابل میدیم که 70 سال طول کشید و این رو اون نردبانه رمز میرسونه که مردم تا 70 سال جلو میرن، بالا میرن، ولی بالاخره این گالوت سرخود میکنه و مردم نجات پیدا میکنن. یا یعنی که گالوت بعدی این گالوت بابل بود. گالوت بعدی که مادی هست 52 سال طول کشید که به همین ترتیب بعد سقوط میکنه، ولی گالوت یاوان سومین گالوت 180 سال طول کشید، ولی گالوت ادوم که ما امروز اصیل اون هستیم، یعنی گالوت آخر دوران ما، از نردبان که داره بالا میره ولی سقوط نداره، این تمام نمیشه. این گالوت همطور که تا حالا 2000 خوری سال تموم نشده. یقوابینو میفهمد که تفیلا میخونه خودش برای پایان گالوت، ولی هشم میفهمد که اختتام و پایان این گالوت به عهده خود منه و هیچ کسی دیگه نمیتونه این رو نجاتتون بده. در سفر ایوف پاسخی هست که میفهمد که لو شالفتی ولو شاقتتی ولو نختی و یاو روگست. منظور از لوشالفتی اون در سنایی هست که یقوینو در زندگیش با اصحاب داره، لوشاققتی اون مکافاتی که از دست لاوان میکشه، ولونختی اون یه سونیم و ناراتی که از دست دینا داره به خاطر که میبرنش و به اون تجاوز میکنن، و اون قسمت آخر ویاور روگز منظور از اون ناراتی آخر اونش هست که یوسف متاسفانه میدوزنش و برای 20 سال متوجه نمیشه که پسرش کجاست. این پاسخ هم نشانه یسورین و ناراحتی و یقاوینوه و رمز چهارتا گلود که در آینده فرزندان او متحمل میشن. البته نکته بسیار جالب در این پاسخ زیادی است، من فقط به عنوان اختتام صحبت هم به یکی از اونها اشاره میکنم که میفهمن که با وجودی که هشم به یقوابینو میفرماید که این آنوخی ایما خوشمرتیخا من با تو هستم، تو رو ترک نمی کنم، همه جا مواظب تو هستم، محافظ تو هستم و تو رو برمیگرم به اون سرزمین و جایگاهت که مثلا بدونی که من هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم، ولی با وجود
یعقوب آوینو میاد میگه که این میگه الکیم ایمادی اوشمارنی، اگه هشم با من باشه، اگه منو محافظت بفرماد. چرا یعقوب آوینو دوباره این سوال میکنه؟ مگه که خاص شده مگر اعتماد و اطمینانش به هشم برخ کمه؟ پس این سوال برای چیه؟ فهمون نه، اعتمادش کم نیست، ولی از جهتی که به انسان اعتمادی نیست، آدم نبودیش و خودش خوشبین و یا مغرور بشه که من در راه سعی هستم. و به انسان اعتمادی نیست که حتی ممکنه که در یک لحظه هم گول ساتان یا سراره یا انحرافات بخوره و منحرف بشه. در نتیجه یعقوب آوینو ازش هم کمک میتونه بگه که مواظب اون باشه که حالا که در یک سرزمین که غیر از ارسطیل هست پا میذاره مثل خاران، مبادا منحرف بشه، مبادا که گول ساتان یه سرانه بخوره. و در سرزمینی که همگی اونجا کافر هستن و خدا رو نمیشناسن، مبادا ساتان رو گول بزنه و برای اونها بره و منحرف بشه. و در این کشم درخ میفرماد که وناتان لی لیخم لی اخولو بگید لی باش. در ادامه یعقوب آوینو ازش میخواد که به اون نان برای خوردن و لباس برای پوشیدن عطا بفرماد. منظورشی که خداوند من رو سالم نگه داره تا اون نانی که به من میده بتونم بخورم، سالم باشم بتونم بخورم، به اون لباسی که به من ارزان میفرماد فقط در کمد آویزان نباشه، من بتونم از لباسم استفاده کنم و از اون لذت ببرم. یعنی که میفرماد که هشم به من نون رو برای خوردن بده و مثل لباس رو برای پوشیدن. امیدواریم به هشم که اولا که تمام این سال دنها همگی سالم باشن، در رفاه آسایش و امنیت باشن، و امیدواریم به بسر و تود با خبرهای خوشی که از چهار اکناف دنیا میشنویم ما شاهد اون مواظبت و مراقبت های خاص هشم برخ همیشه بودیم و بیشتر خواهیم بود. بازو شبات بسیار خوب و خوش و تندرستی و امنیت برای همگان. شبات شلوم و برخ.